بعد حالا یکی سوالی هم که بچه ها پرسیدن بین مثلا نیروهایی که توی ایران و کشور دیگه هستش، مثلا هندو اینا، توی اونجا ها مثلا رقابت هستش یا نه، تفاوتی براش قائل میشن یا اینکه نه اصلا تفاوتی قائل نمیشن و جاب آفر رو میدن به اون نیرویی که واقعا به درد شرکت خواهد. نه، این اسمش تبعیض میشه اگه بخواد بین کشورها، یعنی کشور ملیت یک نفری بخواد براش مزیتی بیاره آورده داشته باشه. نه، شاید برای خود سوئد چون کشور خودشونه مثلا بگن آقا مثلا اول سوئدی باید اینجا کار پیدا بکنه بعد به یک نفری که از کشور دیگه داره میاد، که فکر کنم تو اکثر کشورها خب اولویت میدن، هم بخواد اینکه ارزونتر هم کشور خودشونه، اما بین ملیت ها من ندیدم. حتی بین خارجی و سعودی هم شما اگر عمل کرده واقعا خوب باشه امکان نداره که شما رو بذارن کنار، آرام بگن این سعودی اینو بیاریمش دیگه، اینجوری نیستش. یعنی کیسی نبوده که بگن این مثلا ایرانیه و حالا داستانایی که ممکنه داشته باشه و بذارن هیچ کنار؟ وقت هیچ وقت هیچ وقت من اصلا اینو نش تنها جایی که میدونم این اتفاق ممکنه بیفته آمریکا، اونم به خاطر اینکه دو طرفه کشور متخاصمیم نسبت به هم، مثلا یه سری کارها رو شاید نتونن، این پوزیشن رو اصلا به ایرانی ندن به خاطر شرایط خاصش. یه نکته هم مارش اشاره کردی، گفتی که کمک میکنی به اونایی که میرن توی مصاحبه، تو خودت مصاحبه فنی هم انجام میدی یعنی که نه کلا کمکشون میکنی فقط بچه ها؟ نه، من تو پروسه، هم منظور تو پروسه مصاحبه، برای من مصاحبه فنی نه انجام انجام میدی اینا. خب خیلی هم عالی. حالا یه سری سوال هست، حالا که تو میگی مسابقه فنی من انجام میدی، برنامه‌نویس اندروید چقدر باید عمیق باشه توی اون حالا مهارتایی که داره تا بتونه توی اون مسابقه مثلا قبول بشه؟ بستگی اول به پوزیشنی که اپلای کرده داره. ببخشید از من پرسیدی اینکه من دیگه شروع کردم میرم چه دیگه. بستگی به پوزیشنی که اپلای کرده داره، اگر برای مثلا لول های بالاتر اپلای کرده باشه بیشتر به چالش میکشمش، چون باید بتونه نشون بده که به اون اندازه میتونه. مثلا وقتی که شما به فرض میگم و تایتل پوزیشن سنیور داری وارد شرکت میشی، من از این نفری انتظار دارم نه تنها بتونه مسئله رو حل کنه بلکه بتونه یک تیم آدم های دیگر رو هم مدیریت بکنه، تو یه مسئله رو بگیره بین چند نفر آدم تقسیم بکنه، جمع بکنه پروژه رو، تحویل بده، دلیوری، زمان بندیش و اینا رو بتونه انجام بده. و الزاما هم لازم نیست همه توی همه چی خوب باشن. مثلا من ممکنه ببینم این آدم کار فنیش فوق العاده خوبه، خیلی اندروید دیولپر خوبیه، حالا اسکیل های دیگه قابل دیولپ شدنه، دوباره شو به شرکت بدم. در مجموع فقط برداشتم من از این آدم به مدیر که میخواد استخدام بکنه می‌نویسم و اون مدیری که تصمیم میگیره که این استخدام میشه یا نه. ولی بسته به لول های مختلفی که طرف استخدام کرده، من معمولا سعی میکنم توی آدم ها یک نقطه قوتی پیدا بکنم و رو نقطه قوت تمرکز بکنم، چون کار من به عنوان کسی که داره استخدام میکنه اینه که کمک بکنم آدم ها استخدام بشن. من اصلا یعنی کارم اینه که کمک بکنم ببینم شما اگر یک چیز مثبتی داری نشون میدی، میتونی به شرکتی که من دارم کار میکنم تو شما کمک بکنی، کارم اینه که بکشونم بیارم تو، بگم آقا اینش خوبه، دست میذارم رو همون، سعی میکنم دور همون ببندم مصاحبه برای نه اینکه مثلا این نقطه ضعف توش پیدا کنم بکوبم بگم مثلا شما اشتباه هستن. این کار اینه که تو پروسه مصاحبه من اگر چیز به شخص و همکارای خودم هم اپروچ های مشابه دارن، اگر چیزی نقطه قوتی پیدا کنم معمولا مصاحبه رو حول همون نگه میدارم. بیشترم حالا سوالات فنیه، یعنی تو دقیقا حوزه اندروید یا نه بحث الگوریتم و نمیدونم ساختمون داده و اینجور چیزا هم حالا هستش، یا مسئله که خودت مدلی که خودت جذب شده بودی؟ میکس چیزهای مختلفه، از هم دیتا استراکچر هست، هم الگوریتم هست، هم اندروید هست، هم اصلا اصول مهندسی نرم افزار هست، میکس چیزهای مختلفه. به خاطر همینه که شما مثلا ممکنه توی یکیش نقطه قوتت نباشه ولی تو بقیهش خوب داری کار میکنی، حالا میگه نداری یه دونه رو یاد میگیره، ولی خب اگر در مجموع ببینی مثلا رو هر چیزی که دست میذارم خیلی چیز جواب خاصی نمیگیرم، اون موقع است که شاید یعنی که اگه خیلی مثلا سالید بلد باشه ولی تست نوشته باشه، ولی خب این احتمال داره که جذب بشه و بعدا مثلا تست نوشتن هم بهش آموزش داده بشه. دقیقا، شما میبینی طرف مثلا رو تست تمرکز نمیکنه ولی اندروید رو خیلی خوب بلده، مثلا دیتا استراکچر رو خیلی خوب داره میبنده، حالا میگه اف نداره، تست هم میارم تو شرکت بهش مثلا بهش آموزش داده میشه و یاد میگیره که چیکار باید چطور باید اون پروژه. مرسی آرش. کیوان جان تو نظری داری راجع به این چقدر عمیق بودن توی اندروید مهمه، حالا بحثای فنی یا اینکه اصلا تو خودت هم اونجا اصلا کار مصاحبه انجام میدی، کمک میکنی نمیکنی؟ من مسابقه اندروید انجام میدم. تقریبا همه حرفایی که آرش گفت درسته. یه دو تا نکته فقط اشاره کنم، یکی این که کلن
به محل مصاحبه که میرسه معمولا دنبال میگردیم که افراد چه مهارت‌هایی دارن و سعی میکنیم حول اون مهارتشون حالا استخدام رو انجام بدیم و شده حتی اگه مهارتشون با تیم ما مناسب نباشه ارجاع بدیم به یه تیم دیگه. یعنی از اون مرحله رد کردن گذشته، دنبال ایرادهای افراد نیستیم، دنبال نقاط قوتشون هستیم. و حالا عمیق شدنه باز یه تعریفی داره، به عنوان مثال پروژه ما به شخصه هیچ کدوم از کامپوننت هایی که گوگل معرفی کرده رو استفاده نمی کنه. اینه که خیلی واسه ما مهمه اصول برنامه نویسی و عمیق‌تر بلد باشه اون کاندیدا، در حالی که تیم های دیگه شاید اینطوری باشه که در حد این که فقط یه SDK یا مثلا یک معماری خاص، معماری پوش نوتیفیکیشن، در این حد هم بلد باشه شاید یه جذبی تیم بشه. یعنی کاندیدایی داشتیم که فقط به صرف این که اندروید و C++ رو با هم بلد بوده کاندیدای تیم SDK شده. از اون طرف هم کاندیدایی داشتیم که همه کامپوننت های جتپک آشنا بوده، ولی ما مجبور شدیم ردش کنیم چون اون دانشی که ما میخواستیم رو نداشتیم. چقدر جالب. مرسی. سید جان تو چی؟ تو نظری داری؟ توی شرکت شما چیه داستان؟ توی آلمان اصلا چه مدلیه؟ آلمان رو نمیدونم، چون فکر کنم اینا سیاست هایی که هر شرکت یا هر تیمی حتی برای خودش میچینه و هر جای ممکن متفاوت باشه. اما شرکت ما فکر کنم ساده ترین اینا باشه و خیلی روتینه مصاحبهش. یه تسکی داریم، بعد یه مصاحبه فنی که تو مصاحبه فنی بیشتر راجع به خود اندروید صحبت میکنیم، زیاد فراتر نمیریم، یه ذره قلقلک میدیم که مثلا پایه جاوا رو ببینیم چقدر میدونن و اینا، اما زیاد فشار نمیاریم. و سوالا هم ما داریم، جتپک کامپوننت ها رو خیلی هاشو داریم و استفاده میکنیم، مجبوریم ازشون هم سوال کنیم. همین، فکر نمی کنم زیاد فراتر بریم. مثلا اصول مثل سالیدینا براتون مهمه نیست؟ تست نوشتن براتون مهمه؟ سوال الگوریتمی میپرسید نمیپرسید؟ یادم رفت بگم، آره تست برامون خیلی مهمه و جدیدن حتی یو آی تستمون هم داریم به شدت روش تمرکز میکنیم، توی مصاحبه هامون هم میاریم که یو آی تست بتونن بنویسن، یا حداقل اینکه یه دید نسبی هم بهش داشته باشن، یا حداقل یه تحقیق کمی هم درجهش کرده باشن برامون کافیه. اما خب تست یا حالا JVME یا تست بدون UI باید بلد باشن یا نشون داده باشن که توی اون تست که نوشتن یا تجربهش دارن. سالید هم سوال میکنیم و جزء اصولیه که برامون مهمه، و اگر بلد نباشن باید به قول آرش جاهای دیگهشون قوی باشه که بتونیم مثلا رو اون متمرکز بشیم. سید جان الان چون که تو گروه ما خیلی برنامه‌نویس اندرویدن، یه سری سوال پرسیدن که اصلا مثلا جاب آفر برای اونایی که کارشون گیم دیولپمنت یا بک اند دیولپمنت، اونا چطور؟ اونا از موبایل دیولپرها بیشترن یا اینکه نه اونا تو یه لولن؟ اطلاعی داری؟ اینا رو فکر کنم بالاتر هم راجعش صحبت کردیم. من فکر میکنم همه اینا فضایی دارن که بتونن کار کنم، منتها چون من برای خودم رو فیلتر میکنم معمولا زیاد دیدی ندارم که چند درصده، چقدر مثلا بک‌اند هست، چقدر اندروید هست. اما من فکر میکنم همه موقعیت شغلی بتونن به راحتی پیدا بکنن، حالا اینکه بتونن موقعیت شغلی رو برای خودشون بکنن یه بحث دیگه است. یکی از سوالایی هم که حالا بچه ها پرسیدن این که چالش‌های بعدی که جاب آفر رو گرفته میشه چی هست؟ مثلا میشه چطور میشه محل اقامت رو پیدا کنی؟ چطور میشه پول پرداخت کرد؟ جزء قوانین هر کشور هستش نیستش؟ یعنی خیلی مهم هستش نیست؟ سید عزیز من ادامه بدم؟ این دیگه خیلی جزئیه، یعنی هر شهر یا حتی با شهر فرق میکنه چه برسه به کشورش. اما کوتاه بدم، فکر میکنم محله بعدی بعد از اینکه ما قرارداد امضا کردیم، به خاطر مشکلاتی که حالا داستانهایی که ویزا گرفتن داشت، بلافاصله وارد درگیری پروسه ویزا شدیم که خب خود شرکت خیلی کمک کرد، هرچند دخالتی نمیتونه بکنه. من فکر میکنم آرش راجع به این قضیه بتونه برخلاف من صحبت کنه، چون سوئد فکر میکنم متفاوت باشه. اما تقریبا تمام پروسه ویزا رو گردن خودم بود، یعنی تقریبا همه کاراشو خودم کردم. بعد از ویزا توی
برلین مهمترین قضیه و سختترین قضیه خونه است. اینجا یه اصطلاحی دارن میگن شما کار میتونید فردا کار پیدا کنید، ولی خونه رو شاید تا 2 ماه دیگه نتونید پیدا کنید. خونه پیدا کردن خیلی سخته، خیلی سخته، و فکر میکنم بعد از خونه هم رد کنیم دیگه میشه اینکه دیگه کم کم بعد دل بکنن و دیگه خدافزی کنن. بعد از اینم دیگه وارد میشه که شما وقتی رسیدید توی خاک اون کشور، خب بعد پروسه اداری اون کشور یا حالا اون شهر رو طی بکنه که باز متفاوته برای هر جایی. آره شان تو هم نظرت همینه، یعنی که نه اونجا صورت کلا متفاوته؟ نه دیگه، همین چیه سید گفت اینجا اصلا خیلی متفاوت بود برای ما. البته اینو بگم، من خیلی خیلی خوششانس بودم برای اینکه کمک زیادی از طرف شرکت گرفتم که خلاصش رو توضیح میدم. اول گرفتن ویزای سوئد، ویزای کاری، اگر نسبت به 4 سال پیش عوض نشده باشه، عملا من فقط یعنی شرکت که وکیل معرفی کرد، ما یه سری مدارک از همون خواست، همه رو آپلود آنلاین ایمیل کردیم براش، رفت یه ماه بعد گفتش که آقا شما کیس شما مثلا اپروف شده و برید سفارت، این تاریخ باید مثلا برید سفارت و ازتون عکس بگیرن برای ویزا و یه سری کارهای امضا بزنید و اینها. رفتیم دوباره گفتن خب خدافظ شما برید، یه ماه دیگه بیاید مثلا کارتتون رو بگیرید. همین، خیلی راحت بود اصلا، یعنی غیر قابل مثلا برای ما که مثلا من یه بار قبل از اون ویزای شنگن گرفته بودم دیگه، ما گریه ما رو در آوردن تا اون ویزای سیدو به ما دادن. اینه که خیلی راحت بود، عملا خیلی سریع پیش رفت. خونه خوشبختانه، اینی که گفتم خیلی خوش شانسم، به خاطر اینکه شرکت خیلی کمک کرد برای اینکه خونه بتونیم بگیریم. عملا اصلا با یک شرکت قرارداد داشت که اون شرکت کارش بود که برای ما خونه پیدا بکنه. خونه رو مثلا چند تا گزینه خونه پیدا کرده بود، گفته بود شما رو هر کدوم از خونه ها رو بخواید فقط بگید، قراردادش رو می‌بندید بعد شما میرید خونه رو تحویل می‌گیرید. این بود که خیلی برای اون راحت کرد اومدن به سوئد رو، و شاید برای همه الزاما اینجوری نباشه چون همه شرکت‌ها شاید این خدمات رو ندن، ولی من شاید بهتون بگم مثلا اصلا جمع کردن اومدنم از ایران به سوئد شاید جزو مثلا آسان‌ترین مرحله‌اش بود. کیوان جان تو چی؟ تو ژاپن حالا چالش هایی که بعد جواب گرفتی چی بود؟ یکم فکر کنم به اون چیزی که آرش گفت نزدیک بود. من چون باید بلا فاصله می اومدم ژاپن، قراردادی که امضا کردم شرکت یه ایجنسی معرفی کرد، مدارک و فرداش همه مدارک رو فرستادم و 3 هفته بعد COE یا همون گواهی ورود به خاک ژاپن اومد دم در خونه. اینه که خیلی سریع، خیلی بی درد سر بود. شرکت با ایجنسی هم آیم میکنه به شکل برون سپاری شده، همه